سلام، در این ویدیو من میخوام شما رو با امکانات هوش تجاری و گزارشاتی که با این ابزار گزارش سایت میتونید تهیه بکنید آشنا بکنم. هوش تجاری یکی از امکانات بسیار جالب کاربردی رقص و پورتاله. امکانات بسیار زیادی برای پیاده سازی هوش تجاری و گزارشات پویا در شیپوینت وجود داره. شما با این ابزار گزارش سازی میتونید به لیست های مختلف شیپوینت، دیتابیس های مختلف اسکیول و اوراکل متصل بشید یا با استفاده از تجمیع اطلاعات از منابع داده مختلف گزارشات پویا و جذاب ایجاد کنید. من در این قسمت فقط تعداد کمی این ابزارها رو به شما معرفی می‌کنم. اینجا مخزن گزارشات رقص و پورتال هستش. گزارشات مختلفی که ما از سیستم فروش خودمون البته با اعداد غیرواقعی تهیه کردیم رو میتونید اینجا ببینید. من برای نمونه وارد قسمت فروش و تفکیک محصولات میشم. این گزارش میزان فروش کاتگوری‌های مختلف فروش رو نشون میده. برای اینکه ویو بهتری داشته باشم نمایش تمام صفحه رو انتخاب می‌کنم. در این قسمت کاتگوری های مختلف فروش وجود دارند و اینها عکس های محصولات هست که با اتصال به لیست های شیپوینت در سایت های مختلف اینجا نمایش داده میشن. در این قسمت هم میزان فروش برای محصولات مختلف در سال های متفاوت نشون داده میشه. اگر من روی شیپوینت فارسی کلیک بکنم، همینطور که میبینید تمام نمودارها به روز رسانی میشن و میزان فروش شیپوینت فارسی رو نشون میدن. همونجوری که در روی این نمودار قابل مشاهده است، میزان فروش شیپوینت فارسی در سالهای مختلف افزایش پیدا کرده، به غیر از سال 94 که اون هم در ابتدای اون هستیم. من به صفحه اول گزارشم برمیگردم. در قسمت پایین نمودار هم میتونیم مجموعه فروش، تعداد فرصت‌های موفق، بازدهی و بازدهی وضعیت هم مشاهده بکنیم. گزارش بعدی که می‌خوایم با هم دیگه بررسیش بکنیم، گزارشی هست که میزان فروش کاتگوری‌های مختلف فروش رو در بازه‌های زمانی‌های مختلف نشون میده. اگر من این رو پلی بکنم، می‌بینید که ما می‌تونیم میزان فروش هر یک از محصولات رو در طول زمان مشاهده بکنیم. حالا اگر ما بخوایم دو تا محصول مختلف به طور مثال شیپوینت فارسی و رقص آسمان رو با هم دیگه مقایسه بکنم، روی شیپوینت فارسی کلیک میکنم، کنترل رو نگه میدارم و روی رقص آسمان کلیک میکنم. وقتی پلی رو بزنم این دو محصول با هم دیگه مقایسه میشن و روندشون رو کاملا میتونیم مشاهده بکنیم. همینطور که قابل مشاهده است، میبینیم که شیپوینت فارسی تا زمستان سال 92 با محصولات دیگه در یک سطح هستش، ولی در سال از زمستان سال 92 شیپوینت فارسی مسیر خودش جدا کرده و ما در شیپوینت فارسی فروش بیشتری داشتیم. در پایین نمودار هم میبینیم که میزان زمان بسته شدن فرصت برای رقص آسمان و شیپوینت با همدیگه مقایسه شده و میبینیم که فرصت بسته شدن فروش برای رقص آسمان کمتر از شیپوینت فارسیه و زمان کمتری برای فروش این محصول احتیاج داریم. گزارش بعدی که میخوام اون رو به شما نشون بدم، گزارشی هست که در اون میتونیم میزان فروش و کارکرد افراد مختلفی که در سازمانمون وجود داره رو با همدیگه مقایسه بکنیم. من اگر روی هر کدوم از این کارمندهایی که اینجا هستن کلیک بکنم، میتونم میزان فروششون و کارکردشون رو ببینم و اونها رو با هم مقایسه بکنم. من به صفحه مخزن گزارشات در رقص و پورتال برمیگردم. در این بخش میخوام گزارشاتی که وضعیت فروش کاتگوری‌های مختلف محصولات رو در استان‌های مختلف به ما نشون میده رو به شما نشون بدم. در این قسمت گزارشات متنوعی وجود داره. به طور مثال در این گزارش میزان فروش در سال‌های مختلف نشون داده شده. در این گزارش میزان فروش بر اساس کاتگوری‌های مختلف در استان‌های مختلف نمایش داده شده. و گزارشی که من می‌خوام اون رو با شما بیشتر بررسی بکنم این گزارش است. در این گزارش من می‌تونم میزان فروش محصولات مختلف که عکساشون اینجا نشون داده میشه و با اتصال به لیست‌های شیپوینتی این عکس‌ها تهیه میشن رو در استان‌های مختلف بر اساس نحوه آشنایی مشتریان ببینم. به طور مثال من اگر روی رقص و پشتیبان کلیک بکنم، همونطور که میبینیم تمام نمودارهایی که در این گزارش وجود دارن به روز رسانی میشن. میبینیم که بیشترین فروش ما در رقص و پشتیبان بر اساس مشتریان قبلی بوده. ما میتونیم بازدهی و میزان فروش رو در سالهای مختلف برای رقص و پشتیبان ببینیم. و همینطور اگر من روی یکی از این استان‌ها کلیک بکنم، میتونم تمام این موارد رو برای استان زنجان مشاهده بکنم. خب من گزارش رو از حالت تمام صفحه خارج میکنم و دوباره به مخزن گزارش ها در رقص و پورتال برمیگردم. گزارش بعدی که میخوام اون رو با هم دیگه بررسی بکنیم، گزارشی هست که میزان فروش ما رو بر اساس کسب و کار مشتریان نشون میده. در اینجا گزارشات متنوعی وجود داره. به طور مثال در این گزارش میزان فروش ما بر اساس کسب و کارهای مختلف نمایش داده شده. اگر من این رو پلی کنم، میتونم میزان فروش محصولاتمون رو برای کسب و کارهای مختلف به طور مثال نهادهای دولتی، نفت و گاز و پتروشیمی با همدیگه مقایسه کنم. حتی میتونم روند فروش رو برای یکی از این کسب و کارها
کاملا در طول زمان ببینم. همینطور که میبینید کاملا این مسیر مشخص هستش. گزارش بعدی که میخوام اون رو با هم بررسی بکنیم این گزارش هستش. در این گزارش تعداد فرصت هایی که برای کسب و کارها برای شرکت ما وجود داره در این ستون نمایش داده میشه، بازدهیشون در این ستون و مجموع فروش در ستون سوم. همونطور که میبینیم شرکت های فناوری اطلاعات بیشترین تماس رو با شرکت ما داشتن و بازدهی خیلی کمی برای ما داشتن و مجموع فروششون هم برای ما متوسط بوده. خب این بسیار طبیعیه، چون شرکت های فناوری اطلاعات به این موضوع علاقمند هستن و معمولا برای خودشون خرید رو نمیخوان انجام بدن. ولی اگر برای نهادهای دولتی و حاکمیتی کلیک بکنم میبینم که اونها بازدهی بیشتر نسبت به شرکت های فناوری اطلاعات دارن یا بیشترین مجموع فروش رو برای ما دارن. همینطور در مورد شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی هم به همین نحو هستش. اونها بازدهی بیشتری از هر دو مورد قبلی دارن یا مجموعه فروش نسبتا خوبی رو برای ما به همراه داشتن. در این قسمت میخوام گزارشاتی رو که با اتصال به سیستم مدیریت پروژه یا پراجکت سرور 2013 تهیه شده است رو به شما نشون بدم. در این گزارشات ما میتونیم میزان کارکرد افراد، پیشرفت پروژه ها، اطلاعات آماری و موارد بسیار زیاد دیگری رو داشته باشیم. این تعداد این گزارشات بسیار زیاده، ولی من تنها یکی از اونها رو باش برای شما بررسی میکنم. به طور مثال در این گزارش من میتونم میزان کارکرد افراد مختلفی که در سازمان ما وجود دارن رو در زمانهای مختلف بررسی کنم. برای اینکه نمای بهتری داشته باشم گزارش رو به صورت تمام صفحه نمایش میدم. در این قسمت تمام کارکنان شرکت ما نمایش داده میشن. من یکی از این کارشناسان رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید در این قسمت مجموع کار واقعی که کارشناس انجام داده، کار برنامه ریزی شده و مجموع کار واقعیش قابل مشاهده است. اگر روی یکی از این پروژه ها من کلیک بکنم میتونم تسک هایی که مربوط میشه به این پروژه رو در نمودار پایین ببینم. به طور مثال این کارشناس در پروژه رحسا کارهای مختلفی انجام داده، به طور مثال پیاده سازی رحسا پورتال برای دانشگاه علوم پزشکی لارستان یا پیاده سازی رحسا پورتال برای پتروشیمی بندر امام. من حتی میتونم از قسمت فیلترها این گزارش رو فیلتر بکنم. به طور مثال میتونم گزارش رو فقط برای یک ماه خاص، مثلا فقط اردیبهشت ماه ببینم. و همینطور که میبینید تمام نمودارها در این گزارش به روز رسانی میشن و کارکرد این کارشناس رو در اردیبهشت ماه نشون میدن. حتی میتونم گزارشم رو در یک بازه زمانی خاص ببینم. به طور مثال از 21 از 17 تا 21 اردیبهشت ماه میتونم گزارشمو فیلتر کنم، یا حتی میتونم گزارشمو فقط برای یک روز مشخص ببینم، به طور مثال 7 اردیبهشت ماه. همونطور که میبینیم این کارشناس در 7 اردیبهشت ماه 4 ساعت زمان برای پیاده سازی رحص و پورتال برای پتروشیمی بندر امام وقت گذاشته و 4 ساعت برای پیاده سازی رحص و پورتال برای دانشگاه علوم پزشکی لارستان. تمام این گزارشات از سیستم مدیریت پروژه و بر اساس تایم شیتی که افراد تهیه کردن تهیه میشه. گزارش بعدی که با هم بررسی میکنیم گزارشی هست که در اون مجموع کاری که در شرکت ما روی پروژه های مختلف انجام شده رو به ما نشون میده. همونطور که میبینید در بخش مهندسی فروش حدود 3500 ساعت در شرکت ما کار انجام شده، در پروژه رحصا 3400 ساعت و در قسمت پایین صفحه میتونیم میزان کارکرد رو برای پروژه های مختلف در سالهای مختلف ببینیم. و اما اگر روی هر کدوم از این پروژه ها کلیک بکنیم میتونیم جزئیات مواد اون پروژه رو در فصل و ماه های مختلف به خوبی مشاهده بکنیم. آخرین گزارشی که می‌خوایم با هم بررسی بکنیم گزارشی هست که میزان فروش محصولات مختلف ما رو بر اساس نحوه آشنایی افراد نشون میده. من اگر پلی رو بزنم می‌بینیم که میزان فروش ما در سال‌های اولیه بر اساس سایت اینترنت و در سال‌های اخیر بر اساس مشتریان قبلیه. من می‌تونم این دو مورد رو با هم دیگه مقایسه بکنم و همینطور که می‌بینید روند این دو تا نحوه آشنایی کاملاً قابل مشاهده است. ما میتونیم میزان فروش رو بر اساس اونها کاملا مشاهده بکنیم. در این قسمت میخوام برای شما یک گزارش ایجاد کنم تا با نحوه ایجاد این گزارشات آشنا بشید. ابتدا وارد یکی از گزارشات فروش میشم، گزارش رو ویرایش میکنم و یک نمای جدید برای خودم ایجاد میکنم. برای اینکه به عنوان گزارش احتیاج ندارم اون رو حذف میکنم. از قسمت موضوعات یا کاتگوری های مختلف فروش رو اضافه میکنم و از دیتابیس فروش میزان و وضعیت بازدهی رو. برای اینکه به قسمت محاسبات احتیاج ندارم اون رو عدم نمایشش رو میزنم و نمودار رو به این قسمت قرار میدم. قسمت بعدی که میخوام اضافه بکنم میزان فروش در استانهای مختلفه. پس اول موضوع فروش و بعد از دیتابیس فروش مجموع فروش و بعد هم استانها رو به اون اضافه میکنم.
من میخوام این نمودارم به صورت نقشه باشه. به خاطر همین از قسمت بالای صفحه نقشه رو انتخاب میکنم. یه مقدار نمودار رو بزرگتر میکنم تا بهتر دیده بشه. برای اینکه فضای بهتری داشته باشم از قسمت چیدمان عنوان نقشه و راهنما رو حذف میکنم. این قسمت رو به صورت تمام صفحه در میارم. همینطور که میبینید میتونیم میزان فروش محصولات مختلف رو در استانهای مختلف به راحتی ببینیم. حالا برای قسمت بعدی ابتدا موضوع فروش و از دیتابیس فروش تخمین فروش رو به اون اضافه میکنم. من میخوام که این نمودارم به صورت حبابی نمایش داده بشه. پس حبابی رو انتخاب میکنم. برای اینکه فضای بیشتری داشته باشم نمودار رو به پایین نقشه میارم و اون رو بزرگتر میکنم تا بهتر دیده بشه. من میخوام تخمین فروش رو روی محور X داشته باشم. تعداد فرصت های موفق روی محور Y. و میخوام اندازه هر حباب مجموع فروش رو نشون بده. پس مجموع فروشم به اندازه اضافه میکنم. یعنی هر چقدر که حبابم بزرگتر باشه مجموع فروشش بیشتره. برای اینکه فضای بیشتری داشته باشم عنوان نمودار رو حذف میکنم. این نمودار رو به صورت تمام صفحه میبینیم. ببینیم که در اینجا کاملا مشخصه که هر کاتگوری فروش مجموع فروشش و تخمین فروشش چقدر بوده. و از روی نقشه کاملا از روی نمودار کاملا مشخصه که شیپوینت فارسی بیشترین مجموع فروش و آموزش بیشترین تخمین فروش رو داره. حالا اگه بخوام این نمودار رو در طول زمان ببینم سال و فصل رو به محور اجرا اضافه می کنم. همونطور که می بینید یک اسکرول در پایین این نمودار اضافه شده. اگر پلی رو بزنم می تونم میزان فروش محصولات مختلف رو در سالهای مختلف با هم دیگه مقایسه کنم. اگر بخوام دو محصول مختلف رو با هم مقایسه کنم روندشون رو روی شیرپوینت فارسی کلیک می کنم. کنترل نگه می دارم روی لینتکس فارسی کلیک می کنم. وقتی پلی رو بزنم میزان فروش و تخمین این دو تا فرم محصول رو کاملا میتونم روی نقشه با هم مقایسه کنم. من در این قسمت چون میخوام فقط اطلاعات کلی رو داشته باشم محور اجرا رو از این قسمت حذف میکنم. برای قسمت بعدی میخوام میزان فروش رو در سالهای مختلف داشته باشم. پس ابتدا سال رو اضافه میکنم و از دیتابیس فروش مجموع فروش رو به اون اضافه میکنم. این دفعه میخوام نمودارم به صورت ستونی باشه. پس ستونی رو انتخاب میکنم. برای اینکه فضای بیشتری داشته باشم از خود چیزمان عنوان نمودار رو حذف میکنم. یه مقدار اون رو بزرگتر میکنم به اینکه بهتر دیده بشه. اگر بخوام که ماه و فصل رو هم داشته باشم اونها رو به محور اجرا اضافه به محور اضافه میکنم. هم فصل رو هم ماه رو. و اگر بخوام موضوعات مختلف فروش رو روی نمودار داشته باشم اون رو به نمودارم اضافه میکنم. حالا نمودار رو به صورت تمام صفحه در میارم. میبینید که میزان فروش محصولات مختلف رو در سالهای مختلف میتونیم ببینیم. اگر روی سال 93 دوبار کلیک بکنیم میزان فروش محصولات مختلف رو در فصلهای مختلف، اگر روی فصل زمستان کلیک کنیم میزان فروش رو در ماههای مختلف این فصل میتونیم ببینیم. آخرین قسمتی که من برای نمودارم احتیاج دارم میزان تخمین فروشه. پس اول موضوع رو اضافه میکنم و بعد هم تخمین فروش رو از دیتابیس فروش بهش اضافه میکنم. این دفعه میخوام که نمودارم به صورت دایره ای باشه. پس از این قسمت دایره ای رو انتخاب میکنم. از قسمت چیدمان عنوان و راهنما رو حذف میکنم و یه مقدار این رو بزرگتر میکنم برای اینکه بهتر دیده بشه. برای اینکه بهتر بتونم این گزارش رو با هم بررسی بکنیم نمودار گزارش رو به صورت تمام صفحه در میارم. همینطور که میبینید من میتونم با کلیک کردن روی هر کدوم از کاتگوری محصولات تمام نمودارهایی که در گزارش وجود داره رو بر اساس اون محصول ببینم و تمام نمودارها بر اساس این محصول به روز رسانی میشن. مثلا روی نینتکس فارسی هم کلیک بکنم و از به همین منوال هستش. امکان جالب دیگه‌ای که میتونم به گزارشم اضافه کنم فیلتر هاست. من میخوام 3 فیلتر به این گزارشم اضافه کنم. اول استان هستش و دو مورد بعدی تاریخ ایجاد فرصت و تاریخ بسته شدن فرصت. حالا من میتونم بر اساس این فیلد گزارشم فیلتر کنم. به طور مثال من میتونم تمام فروش هایی که در استان اصفهان بوده رو انتخاب کنم. تمام گزارشات بر اساس این فیلتر من به روز رسانی میشن و فروش در استان اصفهان نشون میدن. یا به طور مثال من میخوام گزارش هایی رو ببینم که تاریخ ایجاد فرصت اونها بعد از 5 خرداد ماه و قبل از 5 تیر ماه. به خاطر همین این تاریخ ها رو انتخاب می کنم و فیلتر رو اعمال می کنم. همینطور که می بینید تمام گزارش ها در این بازه زمانی فیلتر می شن و ما نشون داده می شن. همونطور که دیدید این ابزاری بسیار پیشرفته است که می تونیم برای ساختن گزارشات مختلف ازش استفاده کنیم و با متصل شدن به دیتابیس ها و سیستم های مختلف این ابزار رو تهیه کنیم.
این ابزار برای ساختن گزارشات واقعا مثل نقاشی میمونه و من مطمئنم که منشی شرکت شما میتونه از این ابزار برای ساختن گزارشات پیشرفته برای مدیریت استفاده کنه. شما میتونید نمونه گزارشاتی که ما برای شما ایجاد کردیم رو در وبسایت ما به آدرس https://demo.rahsaonline.com مشاهده بکنید. شما برای اینکه بتونید گزارشات ما رو ببینید باید وارد وبسایت بشید. یوزرنیم demo@demo و پسورد demo@demo. وارد وبسایت بشید. وقتی که وارد سایت ما شدید از قسمت بالای سایت هوش تجاری رو انتخاب بکنید و وقتی که وارد هوش تجاری شدید میتونید تمام گزارشاتی که ما برای شما ایجاد کردیم رو مشاهده بکنید.